اللهم صل علی محمد و آل محمد. الحمدلله اول خدا و ثانی اصل زندگی منتری اصل ولی شیرین خدا را شکرم. به لحاظ کیفی جوری که دازمانشگاه ما دادیم جز اصلهای طبیعی و خالص حساب میشه. کودکی سفید هم نشون میده که کاملا آماده برداشتش. در گرمترین فصل سال شیرین‌ترین ایام برای بهره بردارانش رقم می‌خورد. معمولا فصل برداشت عسل ما بین مرداد و شهریور هست. در ایام برداشت طلای زاگرس به روستای کفراج در دامنه کوه گرین دلفان رفتیم که میگویند عسلی ترین روستای ایران است و 70% جمعیت 300 خانواریش به حرفه زنبورداری مشغولند. زنبورداران این روستا به تنهایی 400 تن در سال تولید عسل دارند. امسال چیزی بین 15 تا 17 تن تولید عسل داشتم که خودم به صورت سنتی اینو بسته‌بندی میکنم. بی دغدغه نیستن اما از بابت کار و اشتغال خیالشون تخت تخته. ما خوشبختانه چیزی به اسم بحث بیکاری و اینجا نداریم. زنبورداران این روستا پارسال با برداشت 92 کیلوگرم عسل از یک کلونی نمونه ایران شدند. چند تا فاکتور اساسی ما در صنعت و پرورش زنبورده عسل داریم. یکیشون نژاد خوب و ملکه جوان هست. دوم دما هست. سوم تغذیه. چهارم صحرا یا همون چراگاه خوب و پنجم مدیریت. 10 تن 12 تن عسل برداشتم. چه عسل واقعا. هرچند امسال رقبای سرسختی در روستای اسلام آباد از روستاهای همجوار در دامنه گرین دارند. 4 کیلو بیشتر است. 4 کیلو. مجموع از کندو تو چقدر برداشت میشه؟ الان کندو 160 کیلو عسل. 160 کیلو. بله 4 طبقه. چهار فصل بودن و تنوع گونه‌های گیاهی نه تنها دلفان بلکه همه استان رو برای تولید این محصول شفابخش مهیا کرده است. بالغ بر 2800 تن یعنی تقریبا میشه بگیم 3% عسل کشور در لرستان تولید میشود. لرستان از نظر تولید در جایگاه دهم ایران قرار دارد اما عسلش اصاره 600 گونه از گیاهان دارویی و خوراکی دامنه های اشترانکو، گرین و 80 پلوس. عسل گوان، گشنیز، اوکالیپتوس، چنگیا و شیرین بیان تولید میکنه. عسل تولیدی در واقع هم از نظر میزان رطوبت، هم از نظر کیفیت، هم از نظر رنگ و حتی مزه یک عسل منحصر به فرد باشه. در استان هر چند بهره برداران به طور سنتی زنجیره تولید عسل را تکمیل کردن اما کم هم نیستن موانعی که چوب لای چرخ تولیدشان میگذره. عسل ما رو استانهای دیگه که صاحب برند هستن و دستگاه های بسته‌بندی بروزداران عسل ما رو با نازل‌ترین قیمت میبرن. جالبه 10 برابر اون قیمتی که خارج شده به خودمون تحویل میدن. بزرگترین مشکل ما الان متاسفانه افزایش غیر معقول نهادهای تولیدی هست. در کنار محصول اصلی ژل رویال، موم، بره موم، گرده گل و زهر زنبور عسل از دیگر تولید زنبورداران لرستانی است که چشم به بازارهای خارجی دوختن. در تایید کیفیت عسل لرستان همین بس که در 42 کنگره بین‌المللی عسل در ترکیه نشان برنز کیفیت تجاری را از آن خودش کرد. ولی باید اذعان کرد برای بهره برداری هرچه بیشتر تولید کنندگان از این وضعیت برندسازی و توسعه صنایع تکمیل و بسته‌بندی یک ضرورت است. کیومرث منصوری خبرگزاری صدا و سیما خرم‌آباد.